چرا این موضوع عمیق‌تر اگه بخوام بهش نگاه بکنیم، یه امر بدیهی تو جامعه ما متاسفانه عادی شده، یه امر زشت به نظر من. البته شما میدونید حزب توده خب احزاب مختلفی در ایران در تاریخ معاصر ما شاهدشون بودیم، اما حزب توده مشخصا ابایی هم ندارن از اعضامش، صندوقش از اتحاد جماهیر شوروی تامین میشد و کمک میشد و این حزب تونسته بود با این پول سازماندهی بکنه، ساختار ایجاد بکنه، کمکهایی بکنه. اون شعرهایی که شما میفرمایید اکثرا، حالا همه هم نه ولی اکثرا کتاباشون با پول حزب توده چاپ میشد، چاپخانه ها نفوذ کرده بودن، یعنی یک اون پول بیگانه توانسته بود یک سیستم ایجاد کنه در ایران که بعد هم ما همونجور که شما به درستی گفتید نتیجهش رو دیدیم. اگر در طول تاریخ نگاه بکنید، این پول بیگانه ها، پول دولت های غربی، دولت های شرقی فرق نمی کنه، همیشه در ایران باعث بدبختی و نکبت شدن. چرا الان این قف از قباحت رفته و خیلی ها میگن آقا باید کمک خارجی گرفت، کمک کرد، اشکال نداره فلان. آقا این خارجی بابت چی قراره به ما کمک بکنه؟ چرا قراره به ما کمک بکنه؟ آیا معزن لله؟ آیا در راه خداست؟ آیا واقعا باید باور کنیم این ادعاهایی که میشه رو؟ قبحش ندیخته، یعنی در جامعه هنوز خود جامعه متوجه هست که این پول وقتی پول خارجی میاد پشتش برنامه های خارجی هم هست، یعنی این خارجی ها مالیات مردمشون رو خرج این مسئله میکنن. این طوری نیستش که مثلا فلان کشور اروپایی که دموکراتیک هم هست بتونه پول رو برای آبادی ایران خرج بکنه. خب مردم یقش رو میگیرن و میگن که تو مسئول آباد کردن کشور خودمون هستی، نه آباد کردن ایران یا آوردن دموکراسی در ایران. اینا همه مردم تقریبا میشه گفتش که متوجه نتایج منفی پول خارجی هستن. منتها یک گروهی هست که به وسیله همین پولهای خارجی و رسانه هایی که این خارجی ها را انداختن باد شدن، مطرح شدن، نامدار شدن، اینها هستن که سعی میکنن قبحش رو بریزن، اما به نظر من موفق نشدن. یعنی الان یک نوع ننگ و آری رو براشون به همراه آورده و مردم کماکان متوجه هستن نیروهایی که پاک و با کمک پول ملی با جمهوری اسلامی مبارزه میکنن فرق دارن با گروه ها و یا جریان ها یا رسانه هایی که با پول دولت های بیگانه دارن فعالیت میکنن.